بارندگی های روز دوشنبه و سیل و آب گرفتگی در استان های زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه غربی فارس، شمال بوشهر، همدان، مرکزی، جنوب قم، زنجان، قزوین، البرز و تهران شدت بیشتری یافته است. در حال حاضر منازلی که در نزدیکی پل ماسور هستند کاملا در خطر هستند و بایستی هرچه سریعتر اونجا رو ترک کنند. سلام، 12/1/98 اینجا خرمرود خرم‌آباد. ببینید که چجوری طغیان کرده. وسط شهر خرم‌آباد هم هستش. دیروز نصف این هم نبود، امروز به شدت زیاد شده. دوستان، آزاد راه خرم‌آباد به اندیمش، خوزستان، تنها راه ورودی به استان کاملا مسدود شده. من الان خودم وسط تونلم. خیلی وضعیت خرابه. این چه جوریه؟ تمام مردم اینجا دارن خفه میشن وسط تونل. اوضاع خیلی خرابه. متاسفیم واقعا. شما که میدونید راه بسته، واسه چی اجازه میدید که مردم بیان تو مسیر؟ بعد یه باری بگید راه بسته است، همه هم نفری 15 تا 20 تومن عوارض پول گرفته. روسای درزرده هستیم و هیچ گونه راه ارتباطی نیست. همون جوری که دارید میبینید آب حداقل الان با سرعت 200 کیلومتر در ساعت داره میره اینجا. تمام اون منطقه پشتی که شما میبینید، تمام اون کوه پشتی که شما میبینید همش روستا. اونجا تقریبا ما الان 60-70 پارچه آبادی رو عدس دادیم و نمیتونیم هیچ امداد رسانی برسونیم و حتی نمیتونیم برگردیم. خونه اینجا تماما کاگلی و کلنگ.
ها را نگاه کنی رفتن زیر آب. خرم آباد همین الان دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 9 بامداد نگاه کنیم خیابون. این هم از زندگی مردم وقتی میگن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن به خاطر همینه. ببینید آب چجوری رفته تو خونه‌های مردم، مردم رو فلج کرده. دوازدهم فروردین ما سیلاب، یک نفر به داد ما نمیرسه، گیر افتادیم سر پشت بون ساحلی خرم‌آباد پل انوری، یک نفر به داد ما نمیرسه، گیر افتادیم. اینجا پل شاپوریه، خیروه پل شاپوری تا زیر پل آب رفته و بارون همچنان ادامه داره. آها تمام به زیر نزدیک زیر پل با آب رفته. اینجا شیر هخامنش هم دارد به زیر آب میرود. همین آب از اون سمت خیابون رو در بر گرفته و خودتون میبینید که وارد خونه ها شده. خرم‌آباد آنلاین آب و طوفان.